نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 ماه عقرب سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اجدار معاون اول رئیس جمهور به طالبان: او آدمان به جزای اعمالش می رفه. امروز هم باشه پیدا میشه، پردام باشه پیدا میشه، جای ازید کوی صافی باشه هم خبر داریم. گفته‌های تازه مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان: پاکستان مخالف طالبان افغان نیست. ما مخالف طالبان افغان نیستیم. این موضوع افغانستان است و ما افغانستان را ترغیب میکنیم که با طالبان گفتگو کنند. معرفی بودجه سال آینده به مجلس سنا. با واکنش روسیه در برابر تحریم های تازه بر این کشور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در هجوم سه حمله کننده انتحاری بر یک شرکت خصوصی امنیتی در شرق کابل، دو نگهبان بومی این شرکت کشته شدند و دو نگهبان بومی و یک نگهبان خارجی زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید که حمله کنندگان نخواست یک موتر باربری پر از مواد منفجره را در برابر دروازه این شرکت منفجر ساختند و سپس خودشان به این شرکت داخل شدند و به درگیری پرداختند. انفجار پای معاون اول رئیس جمهور را نیز به محل رویداد کشانید. جنرال عبدالرشید دوستم بعدم اسپارد که گروه های حراس افغانان را بود خواهد ساخت و میگوید که ارتش ملی توانای نابودسازی حراس افغانان را دارد. در این باره حازم آرش گزارش دارد. حمله انتحاری بر یک شرکت خصوصی امنیتی در شرق کابل بار دیگر آرامش پایتخت را برهم زد. اینجا دیسپچری کابل است و یه کمپ خارجی ها که امروز آماج حمله انتحاری قرار گرفت. دو انتحار کننده سوار بر یک موتر لاری که موتر پر از مواد انفجاری است، نخست موتر را در اینجا منفجر می‌سازند و راه را برای داخل شدنشان در کمپ انوار می‌کنند. دو انتحاری 10 دقیقه با نظامی های افغان و خارجی درگیر میشن و پس از 10 دقیقه نظامی افغان میتونه دو انتحاری را از پا در بیارن. اما انفجار به حد نیرومند بوده که اینقدر خسارات زیاد را و کمپ هم رسونده و کسایی که در این نزدیک بوده هم آسیب دیدن. ما انداخت کردیم سرشان پیش آمدن دینیم ما انداخت ما بلد زدیمش کشته میگه همیست خاکستری پوشش مرا زیر مرمی گرفت. اون استقامت میتونیم میریم تماشا میکنیم مرمی که مرا زده. ما گریخت رفتم اون دوشنگ دیوال که رسیدم نمیفهم که خارجی ها مرا زیر مرمی گرفت اثر برجا یا انتحاری ها گشتن دیوال ما شاجور مرمی خلاص که ما پرتلی خود کشته بودم به خاطر نماز تارت میکردم یک شاجور داشت. صدای این انفجار به اندازه بلند بود که در بسیاری از بخش های پایتخت شنیده شد. صدای این انفجار پای معاون اول رئیس جمهور را نیز به محل رویداد رساند. جنرال عبدالرشید دوستم میگوید که احتمال دارد القای در داخل به انتحار کنندگان کمک کنند. همه میفهمیم ایره گف استخباراتی هست و ایره همه میدانم این نفوس هم داره در بین بعد افراد اشخاص خود پروخته بین را میده را نتای کجا میایه ایده رای دارلمان از کجا میایه رای میدان هوایی در کجا میایه او آدمان به جزای اعمالش میرفه. معاون اول رئیس جمهور میگوید که ناامنی وی را بیشتر رنج میدهد و وعده میسپارد که طالبان را نابود خواهد کرد. بزرگ جبهه داره اینا در هر جای 10,000 نفر 5,000 نفر اونا ایشه با حضور داشت شما وعده میتم اونا را مثل که 13 سال گذشته بعد از 2001 شما فهمیدین اولین القایده را با 5,000 نفر 2,000 سوارکار تعداد پیاده از جنرال دوستم 45,000 از را بسته کرد. ای توان ای اردوی ما داره. این بلندپایه‌ترین مقام دولت افغانستان است که همزمان با یک حمله به محل رویداد میرسد. انفجار این موتر باربری بسیار سنگین بوده است و جای انفجار این گونه شده است که در اثر از این انفجار فعلا دو نفر گارد شهید شده و یک نفر اتباعی خارجی زخمی است و دو نفر انتحاری هم جسدش در روی میدان است. در 10 روز اخیر و پس از حمله بر دفتر فرماندهی پلیس کابل، این سومین حمله انتحاری در پایتخت است.
در این حال پاکستان دشمن آمریکا را به هیچ رو دشمن خودش نمی‌داند. مشاور امنیتی ملی و امور خارجه نخست وزیر پاکستان به بی بی سی گفته است شبه نظامیانی که به پاکستان خطر آفرین نیستند نباید هدف قرار گیرند و میگوید که دشمنان آمریکا نباید دشمنان پاکستان پنداشته شوند. این گفته ها خشم بسیاری شهروندان افغانستان و نیز خشم برخی از پاکستانیان را برانگیختند. در روزهای اخیر دیدگاه های از پاکستان پخش می شوند که می تواند دیدگاه حاکم در پاکستان باشد. باری نخست همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان مولانا فضل الرحمن جنگ را در افغانستان جایز شمرد و با حضور نظامیان خارجی در افغانستان مخالفت نشان داد. این بار مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست وزیر پاکستان در تازه ترین سخنانش میگوید که شبه نظامیانی که به پاکستان خطر نیستند آماج حمله قرار نگیرند. وی به نیروهای امنیتی پاکستان میگوید که شورشیان و شبه نظامیانی که امنیت پاکستان را تهدید نمی کنند نباید نابود شوند. جو افغان طالبان ہے وہ ہمارے ما مخالف طالبان افغان نیستیم. این موضوع افغانستان است و ما افغانستان را ترغیب می کنیم که با طالبان گفتگو کنند. ما در دهه 90 پشتیبان طالبان بودیم اما اکنون نیستیم. اگر خلاف ما فعالیت کنند مخالفشان می شویم. اما این گفته های سرتاج عزیز با واکنش تند شماری از آگاهان پاکستانی روبرو شده است. با باور این آگاهان چنین گفته ها می تواند روابط دو کشور را پرتنش سازد. چې داسې خبرې وي نو د افغانستان او پاکستان تعلقات او اړیکې بالکل نه ښه کیږي. د هغې سبب دا دی چې دا په پاکستان کې اختیار او قوت چې دی هغه د فوج سره دی او فوج دا نه غواړي چې طالبان بیخي ختم. د ده خولې دا خبره چې یاره مونږ ګوډ طالبان خلاف څه نشو کوی ایټ سمیث چې دا پاک افغان تعلقات کله هم نشي جوړ. پاکستان هماره از پشتیبانان طالبان و دیگر گروه های هراس افغان و تندرو شناخته شده است و مقام های دولتی هماره نظامیان این کشور را به مداخله مستقیم در افغانستان متهم ساختند. در همین حال جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس کندهار میگوید که پاکستان آشکارا و بی‌شرمانه در افغانستان مداخله میکند و این میافزاید که سیاست مداران کشور هر برنامه ای که دارند اما نظامیان کشور در برابر این مداخله مبارزه خواهند کرد. پاکستانیان مداخله ډیر باندې زیاته ده او ښه په بېشرمۍ سره او ښه په بېشرم خپل عمل ته دوام ورکوي. دا که زموږ دولت هر څه وایي موږ نه پوهېږو یا زموږ سیاسیان هر څه وایي موږ خو دا وینو چې که چیرې پاکستان ونه غواړي دا به هیڅ شی نه وي. او د دنیاوال سمې دا غوښتنه ده چې دوی پر دې باندې له سترګو ولپټي دوی تر څو به دغه الا دلته روان دي چې دوی پاکستان ویني چې د ټولو د دنیا د تروریستانو مرکز دی پر هغه سربیره هم دوی چې پاکستان څه ورته وایي دوی وایي اوه دغسې ده. پاکستان می تواند در امنیت افغانستان نقش برجسته ای داشته باشد اما آگاهان به این باور هستند که این کشور بر بنیاد راهبردی که در برابر افغانستان دارد گامی برای صلح در افغانستان نخواهد برداشت و پشتیبانی اش را از گروه های هراس افغان و تندرو قطع نخواهد کرد. با وجود چالش‌های گوناگون بیشتر مردم افغانستان با آینده کشورشان خوشبین هستند. نهاد ایجا فاندیشن در گزارش تازه نگرانی‌ها و خوشبینی‌های مردم افغانستان را نسبت به آینده بازتاب داده است. بر بنیاد این گزارش بخش بزرگ از جمعیت افغانستان آن هم از نامنی‌ها، فساد و بیکاری سخت نگران هستند. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهند که بیشتر از 54% از شهروندان افغانستان می‌گویند که کشور راه درست را می‌پیماید. در این گزارش بیشتر از 40% از مردم افغانستان بدین باورند که کشورشان در راه نادرست به پیش می‌رود. خوشبینی بیش از 50% مردم افغانستان با آینده. بنیاد آسیایی در دومین نظرسنجیش خوشبینی ها و بدبینی های مردم کشور را نسبت به آیندهشان بازتاب داده است. در این نظرسنجی با 9271 تن از شهروندان کشور در سراسر کشور گفتگو شده است که از این میان 50.1% مردان و 49.9% آنان زنان هستند. مردم ما باز هم خوشبختانه بگوییم به آینده امیدوار هستند اما در قسمت ازی که چه چالش ها و چه فرصت ها وجود داره باز هم محتاطانه خوشبین هستند.
یافته های نظرسنجی نشان می دهند که امسال در حدود 54% مردم می گویند که کشور در مسیر درست در حرکت است، در حالی که پارسال این رقم به 57% می رسید و بیش از 40% از گفتگو شنوندگان می گویند که کشور در مسیر نادرسته و پیش می رود. بازسازی امنیت خوب، بهبود نظام آموزش و پرورش، نقش نیروهای امنیتی، اقتصاد خوب و مردم سالاری و انتخابات آزاد علتهای خوشبینی مردم گفته شده است. با وجود تمام مشکلات در پروسه‌های انتخاباتی، باز هم امیدواری برای بهبود در آینده وجود داره که انتقال قدرت از طریق انتخابات صورت بگیره، ولو که مشکلات فراوان هم در این پروسه وجود داشت. و اما ناامنی ها، بیکاری، فساد اداری، اقتصاد خراب و تقلب در انتخابات از بدبینی های مردم نسبت به آینده است. بر بنیاد این نظرسنجی در سال 2014 میلادی بیشتر مردم از امنیت خود و خانواده هایشان نگران هستند و این روند از سال 2013 میلادی به این سو بدتر شده است. بر بنیاد این نظرسنجی 34% گفتگو شوندگان ناامنی ها را بزرگترین چالش می دانند و 28% فساد، 26% بیکاری، پس از آن نبود برق و آب، خرابی جاده ها، نظام بد آموزش و پرورش، خدمات نامناسب بهداشتی بزرگترین مشکلات کشور گفته شده اند. یافته های نظرسنجی نشان می دهند که بیسوادی و نبود زمینه های آموزشی بزرگترین چالش در برابر زنان هستند. بیکاری، خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری و دسترسی نداشتن به حقوق چالش های دیگری در برابر زنان هستند. بر بنیاد نظرسنجی بنیاد آسیایی امسال 75.3% مردم میگویند که حکومت به گونه خوب یا بسیار خوب کار کرده است. برای دومین سال پی هم افغانان گفتند که نسبت به هر نهاد دیگر به رسانه ها بیشتر اعتماد دارند. اکنون 70% مردم میگویند که به نقش رسانه ها باور دارند. تنها 19.2% گفتگو شنوندگان آگاه هستند که مشکلاتشان را در کدام نهادها حل بسازند. بر بنیاد این نظرسنجی 29.5% پاسخ دهندگان میگویند که زنان برای حل مشکلشان از خانواده و دوستان کمک بگیرند. 15% جرگه ها را اثرگذار میدانند و کمتر به دادگاه ها میروند. درباره گفتگوهای سال 72.6% از پاسخ دهندگان میگویند که روند گفتگوهای سال می تواند کشور را به سوی ثبات همیشگی ببرد، اما تا کنون نتیجه قناعت بخش نداشته است. یافته های نظرسنجی نشان می دهند که اعتماد مردم به نیروهای امنیتی به ویژه ارتش ملی بیشتر شده است و بیشتر مردم پشتیبانی نیروهای خارجی را از نیروهای امنیتی افغان نیاز جدی می دانند. هرچند هیئت قضایی رسیدگی به پرونده های کابل بانک فیصله های صادر کرده، ما پرونده های بحران کابل بانک بسته نشدند و انتظار حضور متهمان دیگر بحران کابل بانک را میکشند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی درباره رسیدگی به بحران کابل بانک میگوید که هیچ گونه برخورد غیر قانونی و سیاسی را نخواهد پذیرفت. با باور شمار از آگاهان این گفته های رئیس اجرایی پرسش برانگیز میتوانند بود. کریم امینی جزئیات را گزارش میده. بحران کابل بانک، زخم ناسوری در پیکر دولت، رسیدگی به پرونده های این بانک فراز و فرود های بسیاری داشته است. اکنون صداهای در پشتبانی از برخورد های یکسان با متهمان بحران این بانک بلند شدند. وقتی که مسئله کابل بانک مطرح است که همه ما میگیم که تحقیق درست و قانونی شود، برخورد سیاسی را نمیپذیریم در هیچ مورد. هر کسی که در اوجه مسئولیت داره، مسئولیت خود انجام بده در برابر قانون، در مطابقت با قانون. از میان متهمان کابل بانک، دو تن آنان از سوی وزارت مالیه و بانک مرکزی ضمانت شدند و در حال حاضر به بیرون از کشور گریختند. هرچند رئیس جمهور با قاطعیت حکم رسیدگی به این رسوایی را صادر کرده است، اما گفته های رئیس اجراییه رسیدگی به پرونده های این فساد مالی را زیر پرسش می تواند برد. و اما آیا در این زمینه برخورد سیاسی صورت گرفته است؟ خصوصیت یک محکمه عادلانه امی هست که دو مسئله را در نظر داشته باشه. یکی باید هیچ نوع تبعیض و امتیاز در جریان کار محاکماتش ملاحظه نشه، و از طرف دیگر
قانون به طور مجرد و سیستماتیک تطبیق کنه، در اون صورت عدالت تحقق پیدا میکنه. بحران مالی کابل بانک مهر یکی از فاسدترین کشورهای جهان را بر جبین کشورمان زد. رئیس جمهور غنی در نخستین روز کارش هنگام بازگشایی این پرونده به لوی سارنوالی و شماری از نهادهای دیگر دستور داد تا تمامی متهمان بحران این بانک بازداشت کردند و به دادگاه کشانیده شوند. اما آگاهان میگویند که شماری از متهمان اصلی بحران این بانک تا کنون یا به دادگاه حاضر نشدند و یا فرار کردند. و اصل که در دیره مغلق و پیچیده ستون زده او د دې ستونزې حجم هم ډېر غټ دی، بیا دلته د دې ریښې هم ډېرې ژورې تللي دي، او په دې کې چې کوم لاملین دي او دا هم ډېر خلک دی، نو مونږ په دغه اوسني نظام ته په نظر کتلو سره نشو کولای چې په ډېر چټکتیا سره دا نهایي کړو، دا بشپړه کړو. مهلت تعیین شده رئیس جمهور برای رسیدگی کامل به پرونده های بحران کابل بانک به پایان رسید و در این مدت به این پرونده ها به گونه کامل رسیدگی نشد. اکنون دیده شود که حکومت وحدت ملی با چی روی کردی رسیدگی به پرونده های بحران این بانک را ادامه خواهد داد. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. وزیر خارجه روسیه تحریم های اتحادیه اروپا را بر این کشور اثرگذار نمیداند. سرگی لاوروف میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تحمیل تحریم ها بر روسیه نمیتوانند به هدفهایشان دست یابند. وزیر خارجه روسیه میافزاید که این کشور به دنبال رویارویی با اتحادیه اروپا نیست. در این حال نخست وزیر اوکراین میگوید که روسیه باید بر بنیاد توافقنامه منسک عمل کند. روسیه تحریم‌های وضع شده قدرت‌های غربی را بر این کشور ابزارهای برای تبلیغات سیاسی می‌داند. وزیر خارجه روسیه که بر روز سه‌شنبه در منسک پایتخت روسیه سپید سخن می‌گفت، می‌گوید که وضع تحریم‌ها بر روسیه به سود اتحادیه اروپا نخواهد بود. سرگی لاوروف می‌افزاید که حکومت روسیه برای پیدا کردن یک راه حل به تنش‌های کنونی علاقه‌مند است که با آلمان یکجا کار کند. تحریم ها و رویارویی در کل انتخاب ما نیست. ما از کشورهای غربی نخواهیم خواست تا به این تحریم ها پایان دهند. پیش از این ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش هشدار دادند که اگر روسیه از مداخلت در اوکراین دست بر ندارد، با تحریم های اقتصادی بیشتر روبرو خواهد شد. اوکراین کشور در شرق اروپا با داشتن بیش از 45 میلیون جمعیت به میدان رقابت ها میان روسیه و قدرت های غربی مبدل شده است و این رقابت ها به تیرگی روابط میان دو طرف انجامیده است. هرچند دو نیم ماه پیش بر بنیاد توافقنامه منسک حکومت اوکراین و جدایی طلبان به یک آتش‌بس توافق کردند، اما این آتش‌بس تا کنون چندین بار نقض شده است. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. سرپرست وزارت مالیه بودجه سال 1394 را با در نظر داشت صرفه‌جویی ها در مصارف دولت و نبود پروژه های جدید توسعه‌ای به مجلس سنا معرفی کرد. بر بنیاد طرح بودجه سال مالی آینده در مصارف کودهای 21، 22، 25 و نیز در کود احتیاط دولت از 5 تا 50% کاهش در نظر گرفته شده است. با گفته سرپرست وزارت مالیه بودجه سال 94 با در نظر داشت مصارف معقول دولت ادامه تمویل پروژه های بزرگ توسعه‌ای و تمویل پروژه های کوچک و میانه سالهای پیش آماده شده است. در پرست وزارت مالیه با معرفی بودجه به مجلس سنا میگوید که در بودجه سال 1394 5% کاهش در بودجه استخدام کارمندان موقت و دادن بخشش ها از کد 21، 10% کاهش در بودجه اجناس و خدمات از کد 22، 50% کاهش در بودجه کسب دارایی از کد 25 و 30% کاهش در بودجه کد احتیاطی دولت در نظر گرفته شده است. با گفته وی دولت در سال آینده مالی پروژه های بزرگی را که پیش از این کارشان آغاز شده اند و پروژه هایی که آماده تکمیل شدن در سال آینده هستند تمویل می کند. اما سرپرست وزارت مالیه از هیچ پروژه جدید در سال آینده سخن نمی گوید.
در طرح بودجه انکشافی سال مالی 1394 پروژه های انکشافی بزرگ و مهم اختیاری که در تحت تطبیق قرار دارد اولویت داده شده و بودجه مناسب مطابق به امکانات مالی برای ادامه کار آنها اختصاص یافته است. برای پروژه های متوسط و کوچک که اختیاری قرارداد گردیده و کار آنها در جریان است مبلغ 87.6 میلیون دلار به شکل احتیاط در نظر گرفته شده است تا در تکمیل آن پروژه ها از آن وجوه استفاده صورت گیرد. مبلغ 100 میلیون دلار بودجه جدید به شکل وجوه احتیاطی برای پروژه های بزرگ ملی حکومت جدید وحدت ملی که قرار است در بررسی وسط سال شامل بودجه گردد در نظر گرفته شده است. سرپرست وزارت مالیه میگوید که بودجه سال 94 نسبت به بودجه سال 93 30 میلیارد افغانی بیشتر است، اما با این هم بودجه عادی سال 94 نسبت به بودجه آغاز سال مالی 93 4.7 میلیارد افغانی کسر دارد. سرپرست وزارت مالیه میگوید که بیشترین بخش بودجه سال 94 به امنیت اختصاص یافته است و برای پروژه ها بودجه به اساس امکانات در نظر گرفته خواهد شد نه بر اساس تقاضا. بودجه ملی سال مالی 1394 با در نظر داشت محدودیت های مالی فعلی استثناءً برای سال مالی 1394 طوری ترتیب گردیده است که از یک طرف مصارف عادی معقول دولت تمویل گردد و از سوی دیگر کار پروژه های انکشافی بزرگ و مهم زیربنایی که تحت تطبیق می باشد ادامه پیدا نموده و پروژه های کوچکی نیمه کار تکمیل گردد. بودجه سال 94 458.8 میلیارد افغانی تخمین شده است که از این میان 275 میلیارد آن بودجه عادی و 183 میلیارد آن بودجه توسعه‌ای است. درآمدهای سال آینده مالی 132 میلیارد افغانی تخمین شده است که نسبت به سال 93 25% افزایش را نشان می‌دهد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 58 افغانی، یک یورو 72 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 960 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 565 افغانی. با عرض سلام، تیم ملی کرکت 19 سالگان کشور زنگ خطر را برای کشورهای ابرقدرت کرکت جهان به صدا درآورده است. بورد کرکت کشور با ابراز مطلب میگوید که اکنون افغانستان در فکر شکست دادن کشورهای ابرقدرت کرکت در جهان است. این در حالی است که ملی پوشان 19 سالگان کشور برای چهارمین بار در پهلوی قهرمانی لیگ برتر آسیا راهی جام جهانی 19 سالگان نیز شده است. ملی پوشان کرکت 19 سالگان کشور دیشب پس از رسیدن به قهرمانی در لیگ برتر آسیا و به دست آوردن جواز حضور به جام جهانی به کابل برگشت. یک پیغام از طرف کرکت بورد افغانستان برای کشورهایی که عضویت دائمی دارند، اما اول دا کشور هستند که انشالله آینده افغانستان منظم و درخشان است و اونا میتونن چند سال بعد امی کشورهای که عضویت دائمی هم داره برشان شکست بده. رقابت های جام جهانی 19 سالگان هر دو سال یک بار برگزار می شوند و افغانستان با حضور در سه دوره پیشین این رقابت ها اکنون در جایگاه هفتم جهان ایستاده است. روح‌الله نیکپا دارنده دو مدال برنز بازی های المپیک جهان برای افغانستان برای درمان به کره جنوبی رفت. هرچند نیکپا در بازی های المپیک 2012 لندن به مدال برنز دست یافت، اما زانوهایش سخت صدمه دید و به همین علت در چند رویداد مهم ورزشی نیز شرکت کرده نتوانست. روح‌الله نیکپا که دو بار افغانستان را صاحب مدال المپیکی ساخته است، از سال 2008 میلادی تا کنون از درد زانو رنج میبرد. هدف ما این است که مدال طلای المپیک داشته باشیم. امیدوار هستم بتوانم به خیر خوب شوم، آسپگیم برطرف شوم خوب زودتر و بتوانم بر مسابقات ریو آمادگی بگیرم. یه روزی است. نیکپا میگوید اکنون روشن نیست که تا رقابت های کسب سمی بازی های المپیک 2016 برزیل زانوهایش درمان خواهند شد یا نه، اما وی میکوشد تا در بازی های المپیک 2016 برزیل با به دست آوردن مدال اشکهای خوشی را دوباره در چشم های افغانان جاری بسازد.
این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. والا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با طول نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.